سرگذشت پسری که شکار قاچاقچیان گرده انسان شد. داستان واقعی از نوشته های فرشته غنی. عرض درود و سلام خدمت تک تک شما که شنونده چینل افغانستان ژورنال هستین و بی صبرانه انتظار شنیدن داستان از چینل خودتان هستین. ما هم امیدوار هستیم شما صحتمند و سرحال باشین و قبل از آغاز داستان خواهشمند هستم تا چینل خودتان را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فشار بدین. عزیزان و خوبانی که میخواین با ما به تماس باشن، داستانهایی را بفرستن و یا هم انتقاد، نظریات یا پیشنهادات دارن که بدون شک نظریات شما واقعا بر ما قابل قدر است، چون خود شما بر ما ارزش دارین و خود شما نور دیده های ما هستین. به همین منظور میتونین از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال نظریات خود را با ما شریک بسازین و یا هم داستانهایی که دارین از امی طریق به دسترس ما قرار بدین. و اینک آغاز داستان. حادثه که زندگی ما و خانواده ما به هم زد خوب یادم است. در منطقه ما همیشه نیمه شبها عملیات های نیروهای افغان به همراهی نیروهای امریکایی راندازی می شد. کندهار به یکی از ولایت های تبدیل شده بود که گفته می شد امریکایی ها بیشتر در اینجا عملیات نظامی را انجام دادند و می خواهند بیشتر از ولسوالی های این ولایت از حضور طالبان پاک شود. در یکی از شبها یادم است خواب بودم. صدای خشن به گوشم رسید. خانه به هم خورد. دیوارها ریختند. زمین با خون اعضای فامیلم رنگ شده بود. حتی هلیکوپتر به منطقه حمله کرده بود. من هنوزم در زیر خاک و غبار حویلی نفس میکشیدم. اما مادرم زنده نبود. خواهرایم زیر دیوار آتش پرتاب بم سوختن. پدرم کمرش زیر دیوار شکست. نفسش تنگ شد و جان داد. جنازه برادر بزرگم، خانم و اولادایش از زیر خاک و آتش کشیدن. کاملا سوخته بودن. اصلا چهرهشان شناخته نمی شد. تنها ما نبودیم. خانه کاکای ازمرای امسای ما هم به خاک یکسان شد. یک نواسه کاکای ازمرای با خودش زنده مانده بود و بس. پاهای کاکای ازمرای فلج شده بود و نواسهش توریالای هم زخمی بود. با آنکه سنم خیلی کوچک بود، اما چیزی یادم نمیره. زخمی بودم. از سر صورتم خون جاری بود. گرد و دود کشنده را تنفس میکدم. خیلی گریه کدم. هیچ کس ها دیگه نداشتم. زندگیم تلخ و پرزهر شده بود. بعد از مرخصی از شفاخانه دیگه کسی نداشتم که مرا در آغوش بگیره. کسی را برای مواظبت هم نداشتم. کاکای ازمرای خودش رفت خانه دخترشو ما و توریالای تسلیم پرورشگاه کرد. ما بعد از سپری شدن دو ماه در کندهار به کابل رفتیم و در یکی از پرورشگاه های کابل جا به جا شدیم. این پرورشگاه پر از دخترها و پسرها بودن که سرپرست نداشتن. غذا و جای بود و باش هم بر ما داده شد. در ضمن زمینه درس خواندن هم بر ما مساعد شده بود. تیم ترانه و تمثیل هم داشتن. وقت تازه وارد اینجا شدم وحشت زده بودم. برای اولین بار در موقعیت قرار گرفته بودم که هیچ یکی از اعضای فامیلم با من نیست. مجبور بودم تمام مسئولیت های من به درستی انجام بدم. در اینجا بعضی از کودک ها که بزرگ سال بودن نسبت به آنانی که عمر کمتر داشتن از قوت زور خاص برخوردار بودن. اونا کوشش میکردن ما زیر دستشان باشیم. بخصوص ما و توریالای که تازه به اینجا آمده بودیم و نسبت به پسرهای دیگر عاجز و خاموش هم بودیم. بیشتر مورد اذیت قرار می گرفتیم. بعضی وقتا استادا و رهنماهای ما جلوی این بی‌نظمی را می گرفتن. اما برخی اوقات مثل همیشه آنها غالب و ما مغلوب می بودیم.
مجبور بودیم حرفایشان قبول کنیم. وقت در مکتب و یا جای مثل پرورشگاه قرار داری، باید جرأت زیاد داشته باشی تا زیر دست کس دیگه قرار نگیری. همیشه زبان تیز و چالاک و قدرت بازو جایگاه مهم به آدمی میته. با آنکه ما و توریالای در اتاقای جداگانه بود و باش میکدیم و همچنان در صنفای جداگانه درس میخوندیم، اما بعضی وقتا هم دیگر را میدیدیم. یکان بار که مدیری پرورشگاه نمی بود، میتانستیم با اتاقای هم دیگه هم سر بزنیم و ساعتها با هم قصه کنیم و از خانواده‌ای ما که دیگه هیچ وقت اونا را نمی‌بینیم یاد کنیم. به مدت 6 سال در پرورشگاه ماندیم. در این مدت خیلی آدم پرخاشگر و در این حال با استعداد به بار آمدم. صنف 8 مکتب بودم، شنیدم که خاله کلانم نورزیه از ایران به افغانستان برگشته. یکی دو بارم به دیدن ما به پرورشگاه آمد. از ما خواست تا در مورد گرفتن سرپرستیم به او کمک کنم. مام که از رفتار زشت استادا و مدیری پرورشگاه به تنگ آمده بودم، به خاطر این اقدام بسیار خوشحال شدم. از طرف هم در پرورشگاه شاید به یک آدم بی بند و بار مبدل می شدم، چون سایه خانوادیم بالای سرم نبود و از این رو هر آنچه دل ما می خواست انجام می دادیم. بعض وقتا مستقل بودن یک نعمت است، اما اگه بدانی که این استقلالیت تو را برباد میده و نابود میسازه، واقعا ناراحت کننده است. ممکن نسبت به سابق وضعیت را درک میکردم، فهمیدم که اگه از اینجا بیرون برایم بهتر خواهد بود. بنابراین با خاله‌ام همکاری کردم و رضایت خاطر نشان دادم که خانه خاله من نسبت به پرورشگاه ترجیح میدم. خاله‌ام هم با تمام کردن کارهای رسمیم به اداره پرورشگاه اطمینان داد که سهولتایی که برای اولادای خودش مهیا کرده از ما دریغ نمیکنه. خاله‌ام از اوایلم مهربان بود، بنابراین هیچ تردید در شکستن وعده‌اش نداشتم. به این ترتیب توریالای همونجا ماند و ما بیرون شدم. تانستم که به خانه خاله‌ام برم. وقت به خانه خاله‌ام رفتم، دوباره احساس آرامش کردم. اینجا کسی قبل از خواب مرا سرزنش نمیکرد که زودتر باید چشمای ما ببندم و یا زیاد بیدار نباشم، یا اگر دلم بازیای کودکانه میخواست کسی برم قوانین وضع نمیکرد و محدودیت نداشتم. اما با این حال با اولادای خاله‌ام حسادت هم میکردم، به خصوص با زهرا خیلی دعوا و مشاجره میکردم. همواره لوازمی که از او بود ما هم میخواستم. یادم است بعضی وقتا که زهرا را می دیدم مصروف بازی کردن در هایپت است، من هم سر صدا را می انداختم که هایپت زهرا را می خواهم. خاله‌ام اگر از زهرا خواهشم می کرد، اما او قبول نمی کرد. می گفت پدرم ای هایپت فقط به من آورده، از این رو ای را به کسی نمی دم. زهرا 4 سال از من کده خورتر بود، اما ملج بازتر از زهرا بودم. نمی فهمم، شاید این کار را به خاطر انجام می دادم که چندین سال از محبت خانواده دور بودم و همیشه تنها می بودم. و نگفتنمونه حسرت می خوردم که چرا دخترها و پسرای نوجوان دیگه قابل توجه مادران و پدرانشان هستند و من مجبور استم با لوازم دیگرها حسادت کنم. یه حس حسادت و کینه مرا می خورد. در درونم عقده به وجود آورده بود که هر آن کسی که پیش می آمد ما به او داد می زدم و هر از گاهی سر و صدا را می انداختم. شاید تا جای تقصیر من نبود و حالات مرا به او از رساند، اما اگر به حقیقت نگاه کنیم ایما بودم که زندگی را به خودم تلخ می ساختم. خانوادیم برگشتنی نبودن و ما لذت داشتن خانواده دومی که همانا خانواده خالی می شد ایرام از دست می دادم. در خانواده خاله ما به من توجه داشتن. فقط وقت زهرا را زیاد آزار می دادم پدرش عصبانی می شد. شاید عق با او بود، اما من حالات درک نمی کدم. من به درسایم هم ادامه دادم. در اوائل چندان علاقه به درسم نداشتم، اما وقت دیدم هر بار زهرا با نمرات عالی به خانه برمی گرده، مام درس خواندم و تانستم در درجه بندی در گروه الف قرار بگیرم.
با امی اصادت ها و آزار و اذیت همدیگه بزرگ شدیم. یک زمان متوجه شدم که اگر زهرا را آزار نتم و او ناز و اشوه نکنه، من نمیتونم تحمل داشته باشم. شاید با او عادت کرده بودم و یا چیز دیگه اینجا رخ داده بود. شاید عاشق شده بودم. بله، من همیشه منتظر ناز و اشوه زهرا بودم. زهرا با مثل کودکیش پرخاشگر و سر و صدایی نبود. با گذشت هر روز زیباتر هم می شد. موهای خرمایی و ابروهای کشیده چهرهش عوض کرده بود. زهرا قد بلند داشت. مثل من. ما شبیه هم بودیم. حتی خواسته های ما و غذاهای دلخواه ما هم یکی بود. زهرا دیگه به مثل سابق سرپتلونی های کلان و نخیره دتنش نمی کرد. با پیرانای گلدار و شالای قشنگ علاقمند شده بود. موهایش دراز بود. همیشه وقت به اندازه دو بلست چوتی از چادرش معلوم می شد. نگاهایش، خنده هایش و یک یکی حرف زدنایش آدم دیوانه می ساخت. یک انداز عجیب در اداهایش نفته بود. شاید می خواست چیزی را بگویه. شاید وام دوست داشت مشوقی ما باشه. دی میان خالم هیچ تصور نمی کرد که من عاشق زهرا شده باشم و یا زهرا نسبت به من عشق در وجودش شعله‌ور شده باشه. خالم با پسر کلانش در کانادا زندگی می کرد. همیشه در مورد فرستادن زهرا به اونجا حرف می زد و یا می گفت اگه دخترم با پسر که کانادا باشه ازدواج کنه خوشبخت می شه. با هر بار حرف زدن خالیم با پسرش قلبم ده تکان می بود که نکنه ما و زهرا را هم جدا بسازن. وقتی دیدم که یرفا قدر جدی است، خواستم خودم به خانواده خالیم به اثبات برسانم که ما می تانم مرد باشم و از تمام مسئولیت هایم برایم. از آنجایی که از پانزه وترنری فارغ شده بودم، در یکی از شرکت های وارد کننده ادویجات وظیفه گرفتم. موقعیت وظیفه‌ام شهر هرات بود. من با کمال خوشی این وظیفه را قبول کردم. یکی از شرایط این شرکت ای بود که باید خودم چکاپ عمومی کنم تا از سلامتی اطمینان داشته باشن. اونا میگفتن این کار را به خاطر انجام میتن که اگر کسی مریضی های ساری داشته باشه مشخص شود تا به کارمندان دیگه سرایت نکنه. خوبی دیگه شرکت دایی بود که با یکی از شفاخانه های خصوصی در افغانستان که از اعتبار زیاد برخوردار بود قرارداد داشتن و تمام کارمندای خود برای چکاپ اوجا می فرستادن. در این کار هیچ پول بر شفاخانه نمی پرداختیم. خیلی راحت اونجا رفتم و چکاپ عمومی را انجام دادم. بر نتیجه گفتن باید چند روز منتظر باشی. در همین فاصله من موضوع وظیفه جدید ما با خالیم شریک ساختم. اونا واقعا از این خبر خوشحال شدن. بخصوص زهرا وقت خبر دریافت وظیفه ما شنید، خنده از صورتش جمع نمی شد. اما هنوزم نتانست برم در مورد احساسش بگویه. من جرأت گفتن ای که خیلی دوستش دارم من نداشتم. بازم در پی یافتن یک موقعیت درست بودم که با او صحبت کنم. نتیجه معایناتم از شفاخانه برآمد. متوجه شدم که گفتن تو سنگ گرده داری و اگه میخوایی ما میتونیم رایگان عمل جراحی را انجام بدیم. بر من تعجب آور بود و از سوی هم همه خانواده پیشنهاد داد که باید به این عمل رضایت خاطر نشان بدم تا در آینده با مشکل جدیتر روبرو نشم. وقت حاضر به انجام عمل جراحی شدم، مسئولین شفاخانه برم گفتن که باید به هرات برم، چون دکتر موظف هم به شفاخانه اختصاصی در شهر هرات رفته. ما گفتم که بعد از عمل جراحی به استراحت ضرورت دارم. باید در خانه باشم. آنها گفتن رای چاره دیگر نیست. ما دکتر را دوباره به کابل خواسته نمیتونیم. ما به مدیر اداری و شرکت تماس گرفتم و موضوع را با اونا در جریان گذاشتم. اونا برام گفتن که قرار بود به خاطر وظیفه هم کابل ترک کنی و در شهر هرات مستقر شوی. اگر حالا بیایی مشکل نیست. ما با کارمندای دیگه که در یک مهمانخانه به سر میبرند برای جای خواب آماده میسازیم.
تمام این خبرها خوش بود و عمل سنگ گردیم آنقدر سخت به نظر نمی رسید. از امین رو با همه اعضای خانواده خداحافظی کرده به هرات رفتم. اما قسمی که گفته بودند به شفاخانه مربوطه رفتیم. عملیات سپری شد. یک مدت در مهمانخانه مخصوص شرکت وارد کننده ادویجات استراحت کردم. یک روز در خواب بودم که دروازه اتاق به شدت باز شد. چند تن از کارمندان جنایی به داخل مهمانخانه آمدند. همه را دستگیر کردند. گفتن خبر شدیم که ایجا قاچاق گرده انسان صورت میگیره. وقتی ما گفتم تازه عملیات سنگ گرده انجام دادیم، نمیتونم با اونا بیایم. با ما خیره شدن و بلند با همدیگه خندیدن. یکی به دیگر گفت: گرده ای بیچارم به خیالم کشیده شده. با شنیدن ای خبر خیلی وار خطا شدم. اصلا درد ما فراموش کردم. با موظفین جنایی رفتم. وقتی دوباره چکاپ شدم، خبر شدم که گرده سمت چپم نیست. حالتم خیلی وخیم شد. شوهر خالیم و پسر دومش به هرات آمدن. مرا دوباره به کابل بردن. باز هم به شفاخانه رفتیم. دکترها گفتن رای چاره دیگه نداریم. میتونه با یک گرده زنده بمانه. اما مشکلات زیاد برش پیش خواهد آمد. درد هم هیچ آرامی نداشت. بعد از امو اتفاق دیگه دست اثر زهرام برداشتم. از او دوری کردم تا ای که بعد از یک سال با یکی از پسرانی که تازه از کانادا آمده بود نامزد شد. وقت نامزدیش خوب یادم است. به من نگاه میکرد و با صدای بلند گریه میکرد. اما من کار برش انجام داده نتانستم. نمیتانستم او را عروس خودم بسازم. چون حقش نبود که به مثل من یک آدم ازدواج کنه که تمام عمر از درد میناله. پایان داستان.